بسم الله الرحمن الرحیم. سید نامان از مطالعه سنف سوم الف. سوال من این است، چرا ما گریان میکنیم؟ دوستای نازنین، خیلی زیاد خوش آمدین با ایتم سین مثل سوال. و یکی از دوستای ما از ما سوال کرده که چرا ما گریه میکنیم؟ همه ما گریه میکنیم تا طیفی از احساسات و عواطف خود را نشان دهیم. این احساسات میتواند شادی به دلیل پشت سر گذاشتن یک امتحان سخت و گاهی اوقات به دلیل غم از دست دادن یکی از عزیزانمان باشد. در واقع گریه کردن راه برای تخلیه احساسات شدید است. بعضی از افراد با گریه کردن احساس آرامش کامل پیدا می کنند، اما بعضی دیگر نمی توانند به طور کامل خودشان را تخلیه کنند. مراحل گریه کردن برای افراد مختلف متفاوت است. بعضی از افراد مراحل گریه پایینی دارند و فقط به یک ضربه خیلی کوچک یا یک موضوع بسیار کوچک نیاز دارند تا گریه کنند. در واقع این افراد باید احساسات بسیار عمیق و قوی داشته باشند تا اشکشان در بیاید. جالب است بدانید که انسان تنها موجودی روی این کره خاکی است که گریه می کند. به طور کلی سینه و عشق وجود دارد. عشق پایه، عشق واکنشی، عشق عاطفی. عشق پایه غده عشقی به طور دائم عشقهای پایه تولید می کند. این عشقها مایع ضد میکروبی و سرشار از پروتئین هستند. عشق واکنشی، این نوع از عشقها به دلیل عوامل محرک مانند باد، دود یا پیاز به وجود می آیند. عشق عاطفی، احساسات مختلف هم باعث سرازیر شدن عشق ها می شود. این عشق ها در مقایسه با دو نوع بالا، عشق پایه و عشق واکنشی، سطح هورمون های استرس بیشتر دارند. فواید گریه کردن: 1. خاصیت خودتسکین دهندگی. گریه کردن یکی از بهترین مکانیزم ها برای خودتسکین دهندگی است و با آرام شدن بدن کمک می کند. 2. تسکین درد. گریه کردن برای مدت طولانی به تولید اکسیتوسین و مخدرهای درونزا منجر می شود. این ماده های کیمیاوی کمک می کند درد جسمی و روحی فرد تسکین پیدا کند. 3. باکتری ها را از بین می برد. اشک های شما باکتری ها را از چشمانتان می شوید. گریه کردن نه تنها سم ها را از بدنتان آزاد می سازد، بلکه سم های دیگری را هم که در سطح بدن شما است را نابود می سازد. 4. کمک به رهایی از غم و اندو. گریه کردن در زمان غم داشتن و اندوگین بودن مهم هست و به فرد کمک می کند تا با واقعیت روبرو شده و از دست دادن اعضای خانواده یا دوست خود را راحت تر بپذیرد. 5. بینایی تان را بهبود می بخشد. 6. حفظ تعادل احساسی. گریه کردن تنها در واکنش به اتفاقات بد رخ نمی دهد و گاهی اوقات فرد به دلیل خوشحالی و ترس گریه می کند. 7. کمک به تنفس نوزاد. اولین گریه نوزاد به هنگام تولد بسیار مهم هست. در حقیقت اولین گریه به ریه های نوزاد کمک می کند تا با زندگی در جهان خارج از رحم سازگار شود. 8. محافظت در برابر عوامل آزاردهنده. دلیل اشک ریختن شما در هنگام بریدن پیاز این است که با برش دادن پیاز گاز را آزاد می کند که به چشم حمله می کند. اشک ها این اجازه را به چشم می دهند که از خود در برابر عوامل آزاردهنده محافظت کند. 9. فشار خون را کاهش می دهد. گریه کردن باعث می شود ما احساس بهتری داشته باشیم. عمل گریه همچنین در کاهش تعداد ضربان قلب کمک می کند. 10. اندروفین آزاد می کند. اندروفین هورمون هایی است که باعث خوشحالی و شادی می شود. عمل گریه کردن نیز اندروفین ها را آزاد می سازد. اندروفین ها باعث شادی و نشاط می شود. همچنین خواص ضد درد و آرام بخشی دارند. 11. مگنزیم بدن را کاهش می دهد. گریه کردن میزان مگنزیم بدن را کم می کند. مگنزیم عنصر است که روی خلق و خوی تأثیر میگذارد. مشاهده شده است که مقدار بیش از حد مگنزیم در بدن میتواند بر روی خلق و خوی تأثیر منفی بگذارد.
که این حالت به اشکال عصبی و اختلالات احساسی یا روانی بروز می کند. ضررهای گریه کردن. گریه شدید و دوامدار آثار منفی زیادی دارد که عبارتند از گریه شدید ضررهای زیادی دارد زیرا باعث سردرد شدید و سردرد غیر قابل تحمل می شود. بروز بیماری های مانند دیابت، استرس و افسردگی بر ظاهر کلی تأثیر می گذارد و باعث می شود فرد افسرده شود. گریه زیاد باعث مشکلات شدید سیستم هاضمه و جسمی می شود. گریه خاموش یا بی صدا یا بدون هیچ گونه حرکت ممکن است منجر به سکته مغزی یا حمله قلبی شود، زیرا صدای گریه باعث تخلیه احساسات می شود. و انشالله دوستکای نازنین ما به جواب سوال رسیده باشه. و ای بود از آیتم سلم سوالی هفته. تا هفته بعدی، خدا نگهدار. Come on.